سلام خداوند بخشنده مهربان، خانوم ها، آقایان، همه عزیزان و همراهان جشنواره من و هم میهن که در طول این ماه ها و هفته ها و ایام و دیگه بیش از سال و قصه ها ما تونستیم جشنواره بزرگ من و هم میهن رو با هم برگزار بکنیم و جایزه های 50 میلیون تومانیش و اون جایزه 50 میلیونی دوم رو تقدیم همه برنده هایی بکنیم که در طول این جشنواره با ما همراه بودن تا به کنون، یعنی این لحظه و این هفته ای که به شما سلام میکنیم، ولی این سلام قرعه کشی آخر ما و آخرین سلامی است که در این جشنواره البته مطرح کردیم و بالاخره کلی خاطره و قصه و ماجرا هم با هم داشتیم. به ما خیلی خوش گذشته بود، خیلی کلی ماجراها و اتفاقات باحالی داشتیم که وقتی در گفتگوهایی که با عزیزانمون داشتیم در مورد میهن، در مورد علاقه شون به محصولات و توجهی که داشتن و البته خب موضوع جایزه هم که کار خودشو کرد، اتفاقاتی بود که در طول جشنواره افتاد. ببینیم این آخرین قسمت چه خواهد شد و چه کسی برنده آخرین جایزه 50 میلیون تومانی و البته شانس هدیه 50 میلیونی دوم برای یکی از دوستانش، نزدیکانش و اعضای خانوادش. جشنواره بزرگ منو هم میهن. هیچ کدوم از پولیتیشار کلا من انتقاد نداشتم. اصلا. خیلی اصلا شگفت‌زده شدم. و در اون لحظه واقعا خدا رو شکر کردم. گفتم اگه خدا بخواد حتما برنده میشم. نوشیم زنگ خورد. یه آقایی به من گفت شما برنده جایزه ویژه میهن شدین. خیلی شوکه شدم. اولش اصلا باورم نمیشد. از اینکه ما برنده شدیم ماما خیلی خوشحال شد. تو ما جایزه دوم رو به چه کسی تقدیم کردیم؟ و همسرم سهم بیشتری در خانه داره. تولد پسرم بود. چی بهتر از اینکه تقدیمشون کنم؟ آیت مادرم بخیرم برم. حتی خدا رفته همه رو بخیرم. عزیزم. گذیره اول هم همسرم بود. کسی بهتر از همسرم. جایزه دوم رو تصمیم خودم گرفتم که بدم به هاش خانم. به همسر. بله. خب ما هفته گذشته تماس گرفتیم ولی نتونستیم با برنده صحبت بکنیم و خیلی اصلا برای ماها که اینجا البته تو استودیو توی این ایام قرعه کشی فرصت میشد تا بتونیم خبر خوشحالی جایزه 50 میلیون تومانی بدیم، مثلا این صدای خوشحالی شما رو بشنویم، این خیلی برای ما جذاب بود. هر باری که تلفن زنگ میخورد و جواب نمیدادن ما کلی اصلا دلخور میشدیم، اما این شانس رو داریم که در این نوبت هستند کنار ما سرکار خانم آرزو نجاتی، برنده هفته گذشته. خانم سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. سلام. شما. سلام، حال شما چطوره؟ مرسی. خیلی خوش آمدید. مرسی. خوبی خانم نجاتی؟ مرسی، متشکرم، ممنون. زنده باشین. حال احوال کنید. سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران و بینندگان عزیز محترم. امیدوارم که همیشه در همه حال دلشون سرشار از عشق و امید باشه. خوب میخوانم. بله. تبریک. مرسی، متشکرم. به شما، به خانواده محترم. ما هفته پیش زنگ زدیم نتونستیم. آره متاسفم، ببخشید لطفاً. اصلا همه اینجا منتظر بودن. واقعا یکی از جذابیت‌هاش دو دقیقه بعدش من تماس گرفتم. اصلا تماس نمیگه. آره بعد دیگه اون موقع خوشحالیمو به خانم فشنجی. خیلی بهتون تبریک میگم. مرسی، متشکرم. ازتون تشکر میکنم. از طرف من ما از شما تشکر میکنم که این همراهی با مجموعه ما با جشنواره و قصه‌هاش بوده. جشنواره رو چقدر پیگیری کردین کلا؟ اگر میخوام واقعا صادق باشم، یعنی اصلا پیگیری نمی‌کردم، باور کنید. یعنی من خیلی محصولات میهن دوستم، به خصوص پنیر سفید ایرانشو همیشه استفاده می‌کردم. یعنی بارها شده بود که مثلا خریده بودم بعد دیده بودم کد داره، یعنی چند باری فرستاده بودم بعد بعضی موقع واقعا فراموش می‌کردم ارسال بکنم. این سری هفته پیش بود که من در واقع خریده بودم بعد یادم رفته بود ارسال کنم. آها. بعد اومدم روز چهارشنبه قشنگ یادمه برداشتم، گفتم خواستم گفتم ای من کدش ارسال نکردم، بعد ارسال کردم، بعد میدونستم روز دوشنبه ها، ولی چون پیامش میاد که روز دوشنبه منتظر باشین. بعد روز دوشنبه هم که من چون
میخواستم برم کلاس، بعد داشتم آماده میشدم، گوشیمو زده بودم به شارژ، اومدم که داشتم چیز کردم، اومدم گوشیمو بردارم، بعد دیدم چند بار تماس گرفتن، بعد خودم گفتم دیدم شماره تهرانه، بعد گفتم که کیه مثلا 3-4 با من تماس گرفته، ما تبریز هستیم. بله. خب بعدش تماس گرفتم که خانومی گوشی رو برداشتن، گفتن که شما برنده قرعه کشی میهن شدید. منو که منو میگم واقعا خیلی خیلی خوشحال شدم. بعد گفت که الان باهاتون تماس میگیرم. من همین هین من زود به همسرم زنگ زدم، خبرو دادی. و اونم میگه مطمئنی؟ واقعیه؟ گفتم من مطمئنم، من یه بار قرعه کشی شرکت کردم میهن، خودشم روز دوشنبه. اصلا باید هم میشده دیگه، اصلا منتظرشم بودین واقعا دیگه. گفتم میدونستم. خلاصه خیلی خیلی حیف که همون مکالمه بین ما انجام نشد، من اون هیجانم باید ولی خب خدا رو شکر که این اتفاق تو منزل شما افتاد و این لذت و این حال خوب رو با همسرتون به اشتراک میدین. گذاشتین احتمالاً جایزه دوم رو بله تقدیم کردن به همسرشون جناب آقای فلاحتی شه عزیز. میخوام خواهش کنم یه فاصله بگیریم تا دعوت بکنیم از همسر محترم سرکار خانم نجاتی. سفید میهن با کیفیت بالاتر و در بسته‌بندی جدید. پنیر سفید میهن، پنیر سفید میهن. کشی میهن؟ من ندارم، مامانم داره. زهره از جشنواره میهن خبر دارم. از جشنواره میهن؟ آره آره، قراره که یه جایزه بدم. دو تا جایزه 5 میلیونی داره؟ خیلی دو تا جایزه 5 میلیونی بدن اگر پنیر بخریم. دو تا 5 میلیون؟ دو تا؟ خدا رو برکت، 50 تومن الان تقوی خودم میشه دیگه. میخوام بدم به دوستم که برای جایزی و اینا بتونه خرید کنه. 5 میلیون دومی رو هم من به این شیرخوارگاه آمنه تقدیم میکنم. من میرم این رضا اسماعیلی همکارم، بچه خوبیه دیگه، دوستش دارم. الان بهم چایی دار. یه 5 میلیونی دیگر هم میدم به مؤسسات خیریه واسه مادرم اینا. اون این که جایزم تقدیم میکنم به فرزندم. من بلا سیزم تشکر دارم گدرم دولان نام او چون محتاجه اونا کمه گلرم. گمش به مامانم. جشنواره من و همیهن. خب اما ادامه ماجرای ما در استودیو به این ترتیب خواهد بود که سرکار خانم نجاتی هدیه رو به همسرشون یعنی آقای مهدی فلاحت پیشه تقدیم میکنن و البته بهشون زنگ میزنن و ماجرای خوشحالی رو میگن. حالا باید خودشون برام تعریف کنن. آقای فلاحت پیشه عزیز بفرمایید. آقا سلام. احوال شما؟ احوال شما چطوره؟ شما خوبی؟ خیلی خوش اومدین. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. خیلی خوش اومدین قربان. زنده باشی. تشکر. زنده باشی. مخلصم. خوب. زنده باشی. چه می‌کنید آقای فلاحت پیش؟ مشغول چه کاری هستید؟ من شغلم آزاد است. کار لوازم جانبی موبایل هستم. لوازم جانبی موبایل. موبایل. آه. این بازار به هم ریخته موبایل این ایام و ماجراها شد، چیکی گرفتاری شدیم ما. خب آقای فلاحتیشه شما آدم خوششانسی هستین. بله من خوششانسی به خاطر این موضوع. نه من کلن آدم خوششانسی هستیم. یکی از دلایل، یکی دو تاشو بگین ببینیم که با چه معیاری شما خودتون رو خوششانسی. همین که همسرم الان اینجا بغلم نشسته من خوشبختم. یعنی دقیقا مطمئن بودم میخوانی حرف رو بزنه. خب دیگه توی قرعه کشی ها معمولا برنده میشن. نه بابا جدی؟ اصلا پس موضوع جدیه خانم جدی خونه شما موضوع قرعه کشی و توجهش. خیلی هم خوب. چه قبل ما بوده. یه سوالی، شما چند وقتی که جزو خانواده میهن هستین خودتون به شکل
من خودم به شخصه خب خیلی وقت نمیتونم میهن استفاده کنم. همه ماها خیلی ساله با. خیلی ساله. مخصوصا بستنی ها و آره از قدیم هممون. ما هر روز یه بستنی پریما داریم. یعنی واقعا یعنی روزی دو تا دوست داره. یعنی واقعا اگر تو مسابقات قبلیمون هم احتمالاً پس شرکت کرده بودین. نه اون رو شرکت نکردیم. نمیدونم چرا. ما کلی ماجرا داشتیم سر بستنی ها و قصاش. خب البته این آخرین باید بگم آخرین قسمت قرعه کشی پنیرهای میهنه، اما ماجراهای قرعه کشی ما ماجراهای خیلی متفاوت و جذابی بوده در طول این سالهایی هم که کار کردیم. هر دفعه یه قصه داشتیم، یه ماجرایی داشتیم. جایزه 5 میلیونی مون که حالا قصه های خودشو داره، باید ببینیم این هفته چه کسی برنده میشه. برنده آخر ما خواهد بود و خب ما دیگه هفته بعدی خدمت شما نخواهیم رسید برای اینکه موضوع رو پیش بیاریم و صحبت بکنیم و بالاخره برنده رو باشون گفتگو کنیم. اما باید تشکر ویژه و لازم رو از همه عزیزانمون بکنیم، خصوصا حالا به نمایندگی برندگان هفته گذشتمون رو که اینجا داریم. واقعیتش اینه که این هدایا فقط جنبه تقدیر و تشکر داره و برقراری یک ارتباط نزدیکتر بین این خانواده بزرگ و تشکری که باید از همه بکنیم. خیلی به هر حال ممنونم از شما. باید اگر موافق باشین به اتفاق دیگه بریم برای قرعه کشی. ما فقط یه فاصله کوتاهی بگیریم، یه مجال کوتاهی رو دوستان به ما بدن، به اتفاق عزیزانمون بریم برای قرعه کشی آخرین مرحله جوایز جشنواره من و همیهن. بفرمایید. مرحله قرعه کشی این هفته 100 میلیون تومان. یعنی ما دو تا صندلی اینجا داریم که هر صندلی 50 میلیون تومان فرصت رو داره به برنده ها میده. خدمت شما که آخه داشتم یه سری سوال می‌پرسیدم در مورد اینکه بالاخره زوج جوانی که حتما کلی موضوعات جذاب و اتفاقات رو برای ما میتونن تعریف کنن از شهرشون، از شهر زیبای تبریز با کلی ماجراها و اتفاقات. اینجا وسطه که الان من تبریزی هستم ولی همسرم تهرانی هستن، ولی تو تبریز ساکن هستیم. الان کجا ساکن؟ تبریز. الان تبریزی شدن. اصلا بحث نداره دیگه این موضوع. همیشه دیگه میگن، دیگه میگن از آقای پرسیدن که کجا هستین، میگن خانومش کجاست. خب خدمت شما عرض کنم که قرعه کشی این هفته ما که آخرین هفته است با یک جمعیت 13697 کد قرعه کشی است که ما قرعه کشی رو انجام میدیم و خانواده محترم فلاحت پیشه و نجاتی ما رو رصد میکنن که انشالله همه چیز هم خوب و درست برگزار بشه با اجازه شما. خب بریم ببینیم که این آخرین 50 خب من اجازه بدین برای اینکه هفته روز آخری هفته آخری چه ماجراهایی که اتفاق نیفتاد. آره این اجازه بدین من مطمئن بشم. 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بله 10. خب این دستگاه قرعه کشی ما هم مثل این که چیز شده، خیلی دلش نمیخواد که با شما خداحافظی بکنه. از بین جمعیت 13697 کد قرعه کشی ما میبایست بله یک کد رو اعلام بکنیم. 1-6 1-6 10-4 100-9 1000-7 و چون این عدد 7 در اومد ما دیگه نمیتونیم عدد بعدی رو خارج بکنیم. بچه‌ها این عدد 7 قرار بدین لطفاً.
خب اگه عدد بعدی حالا بین 0 و 1 اگه بخوایم 1 خارج بشه میشه 17000 و ما اصلا چون جمعیتمون 13000 هست اصلا دیگه نیازی به ادامه نیست. سوال شما جریان قرعه کشی رو تایید می‌فرمایید؟ بله خیلی سپاسگزارم از شما. بفرمایید ببینم دوستان میتونن ارتباط بگیرن و زنگ بزنن و کد رو مشخص بکنیم بچه‌ها اگر بفهمید خوش باشه. کد رو مشخص بکنیم ببینیم که با شماره تلفن و کد شخص برنده آیا می توانیم تماس بگیریم. 936 هست شماره تلفنشون هم که حالا ببینیم اگه بچه‌ها بتونن تماس بگیرن باشون یه حال احوال بکنیم و خبر خوشحالی رو بهشون بدیم. خب اگه قرار بود جایزه رو به همسرتون ندین، ما شرط می‌ذاشتیم که شما نباید جایزه رو به همسرتون بدین، جایزه دوم کیو انتخاب می‌کردین؟ حتما مامانم. و شما اگه جایزه رو برده بودین قرار بود همسرتون نباشن توی گزینه. سلام جایزه رو ندم، منم به مادرم. به مامان. خیلی من یه سوال بکنم، سخت نیست شما که حالا تهران تشریف داشتین حالا الان مثلا برین توی شهر دیگه زندگی بکنین، این برای خود شما سخت نیست؟ در لحاظ این که بالاخره یکم آدم دور از خانواده خودش از این لحاظ یکم سخته، ولی خب و شما آدم... زبان ترکی بلدین راحت؟ من ترکی. اصالتاً ترک هستم. خب پس متوجه میشن ولی اونجوری که حالت مثلا خیلی راحت بتونن روان صحبت بکنن، روان صحبت کردنشون رو خب بله دیگه زبان بله ولی میخواد صحبت کنه خیلی قشنگ ادا میکنه، یعنی که خیلی خوبه. یعنی یه مدت با هم دیگه تمرینایی داشتیم. آها شما یعنی بیرون زبان انگلیسی تدریس میکنین داخل منزل زبان ترکی. این اتفاق احتمالا هست. مثلا مثلا یه چیزایی میشنوه بیرون بعد یاد از من میپرسه. حالا یه ذره این ور اونور تلفظ میکنم. همیشه نگرانم هست احتمالاً که این چی بوده من شنیدم. الان برم بگم نگم بپرسم نپرسم چیکار رو بگم. چه موقعیتی اینو شنیدی؟ موقعیتشو بهم بگو که مثلا من آره این فضا احتمالاً فضای آموزش زبان در منزل شما موضوع جالبی اتفاق افتاده. پای تلفن هستن؟ خب خدا شکر. الو سلام علیکم. الو الو سلام علیکم. سلام آقا. سلام حال شما خوبه؟ مرسی. زنده باشین آقا. صدای من دارین؟ شما صدای من راحت میشنوین؟ بله. خب بله بچه ها با صحبت کردن دوستان من؟ آره. خب آره. پس میدونی برای چی زنگ زدین؟ آره خودتو معرفی کن لطفا. والا من الو خوبی؟ من چی اسم پسرمو بگم؟ چیکار کنی؟ اسم پسرمو بگم؟ اسم پسرتو بگی؟ اسم پسرم آره بگو. یعنی اسم خودتو معرفی. الو به موضوع خیلی جی الو نمیشین نگیم اسمونو. الو صدای منو میشنوی؟ من نمیفهم. الو عزیزم آقا میگم نمیشنم معرفی نکنین. معرفی نکنین؟ نمیشنم جا... من فرج ثانی هستم. فرج ثانی کدوم شهرین؟ والا من کرجی منتخب کرج. ببین ما شهرستانی شما کرج زندگی می‌کنیم. الان کرجی؟ الان کرج هستین؟ کرج هستیم مثل شهرستانی. ماشاءالله الان کرجین دیگه. خب آره. اسم کوچیکت حداقل بگو الان بدونم. دارم اسم پسرمو میگم دیگه. خب اسم پسرتو بگو. چرا؟ دیگه حالا خب باشه اسم پسرت. علی اصغر. خب علی اصغر. بابا علی اصغر. ببین بابای علی اصغر گوش کن الان ما ماجرای قرعه کشی رو خبر داری دیگه. تو قرعه کشی میهن شرکت کردی؟ آره کی این هفته تو قرعه کشی پنیر میهن شرکت کردی؟ شرکت کردم حداقل 1000 تا فرستاده. خیلی خوب پس ماجرا رو کامل میدین. چی برنده شدی؟ آره توضیح دادم. چی برنده شدی؟ نمیدونم الان. باها پس چی رو میدونی؟ شغلت چیه؟ 50 تومن. شغلت چیه؟ کارگرم. خب فهم کنی چقدر برنده شدی؟ یه چیزی گفتی؟ والا حالا روز سرویسی 50 تومن. نمیگیرم والا. 50 تومن دیگه. 50 تومن یعنی چقدر؟ 50 چی؟
50,000 تومان 50,000,000 تومان 50,000,000,000 تومان میلیون 50,000,000 تومان برنده شدی. خوبه 50,000,000 برنده بشیم؟ آره خوبه داشتم. دیروز هم 50,000 تومان برنده، هر روز برنده میشی دیگه. آره بابای علی اصغر گرفتی ما رو جان من راست شد. نه والله اه آی سلوکی دلم برای تنگ شده بود. خوش به حالت تو کی مگه قبل من دیدو دیگه الان دلت تنگ شد باش. فقط صداتون واضح نیست آی سلوکی. واضح صدام. خب من الان واقعا داریم تلاش میکنیم که آره خوب حالا بابای علی اصغر بذار به تبریک بگم آقا باشه آقا جان عزیز صدا میاد؟ آره خیلی آقا من به شما این خبر خوشحالی رو بدم، شما برنده 50,000,000 تومان جایزه نقدی جشنواره شدین، مبارکت باشه. یه خبر خوبه دیگه. صدای منو میشنوی اصلا؟ ببین خشتک میاد آقای فروخ. نه این صدای دست بود. ببین خب حالا الان یه چیز دیگه، یه خبر دیگه هم بهت بدم که شما جدای این 50,000,000 تومانی که بردی، یه جایزه 50,000,000 تومان هم میتونی به یکی از عزیزانت و اعضای خانوادت دوستان هر کسی اونم با اون یکی پسرم میدم. باشه به هر کی دوست داری. آقا مبارکت باشه علی اصغر. آقا مبارکت باشه امیر مهدیار. قربونت برم آقا، زنده باشی، خداحافظ. آقای سلوکی خیلی خوشحال شدم قربونت برم صدای شما شنیدم. خیلی ممنونم آقا، به تبریک میگم. صداتون واضح نبود. زنده باشی عزیزم، اختیار داری. قربونت برم، خداحافظ. خیلی لطف کردین، ممنون، مرسی، تشکر. زنده باشی، خداحافظ. دستتون درد نکنه، ممنون شما، خداحافظ. هنوز فکر کنم متوجه نشد چه اتفاقی واسش افتاد، یعنی چند دقیقه دیگه احتمالاً دقیقا میفهمه چه شد. خب خیلی من سپاسگزارم و خیلی خوشحال شدم که تشریف آوردین. از خانواده شما بی نهایت تشکر میکنیم که همراه ما هستین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و سلامتی و خوشحالی و پیروزی و اتفاقات بسیار بسیار خوب، لذت بردن از همه دقایقتون در شهر زیبای تبریز. مرسی، ممنونم از شما، زنده باشید. خیلی ممنونم، خواهش میکنم حتما اخبار و ماجراهای ما رو دنبال بکنین، برای اینکه حتما ما در ادامه در آینده با موضوعات و اتفاقات و اخبار دیگری با شما همراه خواهیم بود. این آخرین وعده ما و قرعه کشی ما در جشنواره من و همی هم بود. خدا نگهدار.